دوباره برگشتیم همتان عزیز، باز هم صبح شما بخیر. دو این برنامه سلام افغانستان هست و شما هم ما رو بینید حسین در بخش بعدی برنامه خودیم و مدیه جان هم یک پیش از یک وقفه بریم براتون یادآوری کرد که مهمان برای ما هم خانم نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف را با خود می داشته باشیم. شایعه‌ای که در صفحات مجازی همه شما آگاه هستین که نشر میشه که مکتبا به زودی انشاءالله که باز میشن گفتن، ولی ما امروز با صحبت ها را با خانم نصحت می داشته باشیم و اینکه ببینیم اوضاع از چی قرار هست و همچنان شما دوستایی که سوال پرسش داشتین از خانم نصحت میتونه که تماس بگیرین با شماره 0728 966 966 در اختیار شما هست، شما رو هم زیر نویس میشه. بله. اگر سوال داشتین میتونه سوال خود پرسید. بله و در آغاز بانو نصحت خوش آمدید میگیم به برنامه. سلام و صبح زیبایتون بخیر. خیلی خوش آمدید. سلام صبح شما، صبح بیننده های محترم بخیر. سلامت باشین. تشکر. خانم نصحت در اول بین از این موضوع صحبت بکنیم، در صفات مجازی در صفات سطح اجتماع از نگاهی خیلی صفات چه شما هم دنبال کردم شنیده باشین، ولی ما بیشتر که دنبال کردیم هدف همی بوده و این که مکاتب هم قریب باز میشه، افضاد از چه هست شما در که برمان میشه؟ تا هنوز ما هیچ نوع تصمیم مبنی بر بازگشایی مکاتب به شکل حضوری نگرفتیم. ما یک طرح به نام طرح بدیل داشتیم، طرح ما را تطبیق کردیم، شامل سه بخش بود، دو بخشش یا دو قسمتش که تدریس از طریق تلویزیون و رادیو بود تطبیق شده. نتایج خوب هم ما گرفتیم، خیلی عالی نبود، خوب تر بود نسبتاً، چون ما با مشکل کمبود زیربنا در افغانستان مواجه هستیم. طبیعی است که تطبیق برنامه های آنلاین و استفاده از تکنولوژی یا تجربه استفاده از تکنولوژی برای نخستین بار چالش های خاص خودش را می داشته باشه که ما هم با چالش مواجه شدیم. بخش سوم طرح ما آموزش حضوری از طریق تجمعات محدود بود که در قسمت هم ما هیچ گونه تصمیمی تو هنوز نگرفتیم. فیصله کمیته اصرار بر این بود که وزارت معارف، مکاتب دولتی، مکاتب خصوصی میتونن که تدریس آنلاین و آفلاین را ادامه بدن تا زمانی که شیوع ویروس کرونا در جامعه ما خاتمه پیدا میکنه. یعنی وقتی بحران کرونا ختم شد ما میتونیم مکاتب را آغاز بکنیم. دلیل هم همی است که عده زیادی از شاگردان ما اطفالی از خانواده های فقیر هستند و عده زیادی از شاگردان ما خردسن هستند، شاید هم توصیه های صحی و رهنمود ها را نتونن به شکل درستش مراعات بکنن و امکانات ایره هم وزارت معارف در اختیار نداره که 100% ما توصیه های صحی را و بهداشتی را رعایت بکنیم. یعنی همه روزا باید صنوف دوا پاشی شه. اگر ما میخوایم شروع بکنیم در داخل یک صنف، ما در شرایط فعلی 30 تا 35 نفر شاگرد را داریم که تجمع پیدا میکنه. از تجمع باید ما بکاهیم و تعداد شاگرد باید کمتر شود در داخل صنوف درسی. بنابراین که این امکانات را وزارت معارف کمتر در اختیار داره، ما هیچ گونه تصمیمی تا هنوز نگرفتیم. هر زمانی که تصمیم گرفتیم مراجع رسمی اطلاع رسانی در وزارت معارف و مردم اطلاع رسانی میکنن، باز او زمان است که ما میایم آغاز میکنیم برنامه را. ولی تا هنوز آنچه که در صفحات اجتماعی دست به دست شده شایع بوده و برگرفته شده از طرح وزارت محترم تحصیلات عالی بوده، چون اونا یک طرح دارن بر بازگشایی پوهنتون ها. شاید ایده از شهروندان فکر کردن که وزارت معارف هم همچین یک طرحی داره. نخیر، ما هیچ گونه طرحی تا هنوز بر بازگشایی نداریم و هر زمانی که میایم تصمیم میگیریم در این مورد باز حتما اطلاع رسانی هم میکنیم. بله، یعنی اگر بیننده های عزیز که بیننده برنامه ما هستن باید گفته شو یادآوری شوه که پانتون ها برشان طرح وجود داشته به خاطر که حالا بیاین به صورت حضوری درس های خود را شروع کنن، اما برای مکاتب هنوز هم فقط میتونن از طریق تلویزیون ها، رسانه ها و همو تجمعات خیلی خردی که هست طوری که بانو نصحت یادآوری کردن از این طریق درس های خود را دنبال کنن. بانو نصحت، طرح آنلاین چگونه بود و چقدر موفق بود و آیا اگر همین گونه به پیش بره و محدودیت ها وجود داشته باشه؟ چون ما اگر مثلا به صورت حضوری درس ها رو آغاز میکردیم شاید نزدیک به امتحان های 4.5 می بودیم. امتحان های 4.5 یا عقص میشه از شاگردان به صورت آنلاین یا خیر؟ آموزش از راه دور ما داشتیم، برنامه ما آموزش از راه دور بود، آنلاین نبود. آنلاین طرح وزارت تحصیلات عالی بود که پوهنتون ها به شکل آنلاین تدریس میکردن، معلم و شاگرد پشت یک خط وصل بودن، خط اینترنتی و آموزش را دنبال میکردن. اما برنامه ما آموزش از راه دور بود، از طریق تلویزیون، از طریق رادیو، از طریق وبسایت و مکاتب خصوصی، از طریق سی دی ها، دی وی دی ها و فلش ها مواد آموزشی را توزیع کردن بر شاگردشون. برنامه ما به این شکل بود.
ما اولین بار آمدیم تحت برنامه مهم را در افغانستان گذاشتیم، برنامه آموزش از راه دور جزی از اهداف ما برای دهه معارف و سالهای بعد از دهه معارف بود، چون اوی دست شاگردانی را که به علت موانع فرهنگی، مخصوصا دختر خانمایی که به علت موانع فرهنگی محروم می شدن از آموزش، ما برنامه داشتیم که اونا را در خانه هایشان آموزش بدهیم و بتونن از طریق تعقیب کردن برنامه های تلویزیونی و رادیویی هم چیزهایی در خانه بیاموزن. ولی طرح آموزش از راه دور ما یک طرح ممد درسی بود، یعنی 100% نمیتونست مکتب را به خانه بیاره، چون خدماتی را که ما در وضعیت اضطرار ارائه میکنیم مثل خدمات نیست که ما در شرایط عادی میتونستیم فراهم بکنیم برای شهروندان. ما چالش های خود ما را هم در افغانستان داشتیم. فعلا وضعیت برق نسبتا خوبتر شده، ولی زمانی که ما برنامه را آغاز بکردیم طبیعی است که پرچاوی های برق وجود داشت و در حال حاضر هم وجود داره. عده کثیری از مردم افغانستان شاید به زیربنا دسترسی نداشته باشند، شاید عده برق ندارن، اگر برق دارن تلویزیون ندارن، اگر تلویزیون دارن رادیو ندارن. ما 100% شاگردان را نتونستیم تحت پوشش قرار بدیم. قسمی که ما در اوایل که میخواستیم در مورد طرح صحبت کنیم هم گفتیم که ما با استفاده از طرح آموزش از راه دور نمیتونیم 100% شاگرد را تحت پوشش قرار بدیم. شاید 40 یا 45% از شاگردان را ما تانستیم تحت پوششی برنامه قرار بدیم، ولی آزمون 4.5 هم نداریم، چون عملا سمستر بهاری شاگردان ما ضایع شده در دوره قرنطین و ما نمیتونیم آزمون 4.5 داشته باشیم، چون یک تعداد شاگردان محروم ماندن. باز اگر ایده استفاده کردن از اونها امتحان بگیریم، اونایی که از امتحان محروم موندن سرنوشت اونها چگونه میشه؟ به این دلیل باید یک توازن اینجا در نظر گرفته شود و همین بالانس ما باید مراد بکنیم. بنابراین ما آزمون 4.5 نداریم. در مورد آزمون سالانه، هر زمانی که سمستر بعدی دروس شروع میشه ما میتونیم با صحبت بکنیم و تصمیم گیری بکنیم. بله، و این هم در صفات مجازی خانم نسبت هست. شاید بیدم بدانیم که امتحانای 4.5 اگر 4.5 گرفته نشه سالانه حتما گرفته میشه از شاگردانی که در قرنطین بودن. پس چه گفتنی شما هست؟ سالانه را بله، اگر ما میتونیم که پس از 1-2 ماه دیگه شروع بکنیم مکاتب را به شکل حضوری، باز در قسمت امتحان سالانه ما صحبت خود کردیم با مردم و با شاگردان ما. برای فعلا فیصله برمی است که امتحان سالانه گرفته میشه، چون یک تصور، یک پیشبینی که وجود داره نزد مسئولین صحی ما همی است که در جریان همه ماه و ماه آینده دامنه ویروس کرونا ممکن برچیده شود از جامعه ما، و ما انتظار داریم که هرچه زودتر بحران خاتمه پیدا بکنه و بتونیم به وضعیت عادی بر بگردیم. اگر ویروس شیوعش خاتمه پیدا میکنه، باز ما شروع میکنیم مکاتب را. وقتی مکاتب را شروع کردیم طبیعی است که یک آزمون هم ما عکس خات کردیم از شاگردان ما، ولی اگر آزمون عکس نکردیم، باز ما اینجا باید تصمیم بگیریم که ساعات درسی یا هفته های درسی که فعلا بیش از 8 هفته را ما از دست دادیم از سمستر بهاری و تابستانی شاگردان، ما باید یک تصمیم بگیریم که آیا همین دوره که ضایع شده ای را میتونیم به شکل تسریعی جبران بکنیم و یا هم میگذاریمش برای سال آینده. این تصمیم را بعدا ما خود گرفتیم و باز از طریق رسانه ها و مردم اطلاع رسانی هم خود کردیم. بله، شما دوستایی که بیننده برنامه سلام افغانستان هستین، اگر سوالی از بانو نهضت دارین میتونین که به شماره تماس 0728-966-966 با تماس شوین و سوالاتتون را همراه ما شریک بسازین. بانو نهضت، شما هنگامی که طرح آموزش از راه دور را آغاز کرد وزارت معارف، صحبتهایی را داشتین و ما صحبتهای شما را تعقیب کرده بودیم. حالا به نحوی وزارت معارف میخواست مثلا ولایت های مختلف و جاهای مختلف از افغانستان را در این طرح شامل داشته باشد، و یعنی حتی دوستای ما کسایی که در ولایت ها هستن، در جاهای دوردست هم هستن، با این امکاناتی که هست بیاین و حداقل درس ها را از طریق تلویزیون، رادیو و جاهایی که در دسترسشان هست تعقیب کنن. در ولایت های دیگر چگونه بوده؟ حالا جز از کابل، چون کابل کم امکانات بیشتر هست، و در ولایت شما چی نتیجه گرفتین از طرحی که به خاطر شاگردان داشتین؟ ما تلویزیون معارف را به ساتلایت وصل کردیم. البته بنیاد آقا خان در این قسمت ما را کمک کرد، تمویل مالی کردن. فعلا نشرات تلویزیون معارف و رادیوی معارف در سراسر افغانستان قابل دسترس است، یعنی 34 ولایت افغانستان را کاور میکنه به استثنای برخی از ساحات که در اونجا ممکن مشکل آنتن تلویزیون های مسائل وجود داشته باشه.
بنابراین 34 ولایت ما تحت پوشش قرار دادیم، ولی ولسوالی ها و مناطق و قریه های بودن که نتونستن در اونجا مردم استفاده بکنن، یا تلویزیون معارف را در او بخش ها نمی گرفت، چینل معارف را نمی تونستن بهش دسترسی داشته باشن، یا هم برق نبود، یا هم رادیو نداشتن، یا هم خود همو تلویزیون شکل فیزیکی در خانه های مردم وجود نداشت. این مشکلات را ما داشتیم. ما 40-45% شاگردان را تانستیم کفر بکنه، چون یک نظارتی هم داشتن رؤسای معارف ولایتی ما، ما اونا را وظیفه داده بودیم که یک نظارت داشته باشن به سطح ولسوالی ها و مناطقی که تحت پوشش نشرات تلویزیون معارف و رادیوی معارف قرار میگیره. همه شاگردان را ما نتانستیم واقعا تحت پوشش قرار بدیم. مشکلی نبوده، زیر بنا بوده. ما با حد اقل امکاناتی که در دسترس داشتیم آمدیم شروع کردیم برنامه را، چون نخواستیم وقت شاگرد ما در خانه زایع شود. حداقل یک چیزایی را بتونه یک دانش آموز در خانه بیاموزه از طریق دیدن تلویزیون و از طریق شنیدن رادیو و یا هم مراجعه کردن به اینترنت در صورتی که امکانات داشته باشه. اما مشکلات زیربنایی در افغانستان وجود داره و این مشکلات مانع تطبیق 100% برنامه طبیعی است که شده. بله. خب خانم نصحت، از طرف وزارت معارف امکاناتی که داشت به مردم، برنامه‌ای که داشت، پلانی که داشت، طرح داشت، بازی ساخت، آیا کمک مردمی که اصلا باید انجام بدن بر وزارت معارف هیچ کمکی از دستشان نبود؟ همکاری هم برای شما نداشتن؟ ببینین، ما همیشه سپاسگزار مردم هستیم. مردم در جریان سالهای گذشته ما را کمک کردن، ولی نباید فراموش بکنیم که بحران کرونا روی زندگی همه شهروندان ما تاثیرات منفی خودش را گذاشته. عده‌ای از شهروندان که کسب کار بودن و یا هم در بعضی از نهادهای خصوصی کار میکردن یا مشاغل دیگه داشتن، اونا در دوره قرنطینه در خانه به سر بردن و حداقل ممکن هم معاشی که ماهوار دریافت میکردن هم نکردن. ولی کمکی که از طرف دولت افغانستان باید صورت می گرفت، از طرف حکومت افغانستان، طبیعی است که ما جزی از بدنه حکومت هستیم، صورت گرفت. ما با می امکاناتی که داشتیم برنامه را شروع کردیم، حمایت رهبری حکومت افغانستان را داشتیم، ادارات دیگه هم که امکانات داشتن مثل وزارت مخابرات، مثل اداره اطرا، اینا هم با ما کمک کردن و در اختیار ما گذاشتن، ما برنامه را شروع کردیم. ولی کمکی را که مردم می تانستن در قسمت با ما انجام بدن، یک کمک معنوی بود و او کمک ای بود که فرزند خودشان را اما امکاناتی که در خانه هایشان موجود است، اگر تلویزیون دارن، اگر رادیو دارن، اما چینل معارف را برش بتونن بگیرن در خانه و تقسیم اوقات درسی را والدین یک یاد داشت بگیرن پیش خودشان و فرزند خودشان همین موضوع را تفهیم بکنن که از این ساعت تا این ساعت درس خودت در تلویزیون تدریس میشه، پای تلویزیون بنشین و برنامه را تعقیب بکن. این کمک را ما از مردم افغانستان در یک چنین شرایط انتظار داشتیم که به لحاظ معنوی اطفال افغانستان که فرزندان ما هستند، اینا نباید از درس عقب بمانند، چون ما یگانه راهی که ما را میتونه باز به سعادت برسانه و آموزش است و نباید شاگرد ما محروم شود. این برنامه بود که جامع و کامل بود و وزارت معارف یک طرح جامع و کامل را ارائه کرد. این طرح را در اکثریت کشورهای جهان تطبیق کردند، کشورهایی که حتی با امکانات بسیار مدرن و پیشرفته هم مجهز بودند، تا یک اندازه نتیجه گرفتن. یک درصدی مشخصی از شاگردان را اونا هم تانستن کور بکنن، ولی همه شاگردان را نه. اونا هم روی آوردن به طرف تجمعات محدود و تجمعات محدود جز برنامه وزارت معارف هم بوده. بله. بانو نصحت، کسایی که حالا درس ها را از طریق تلویزیون ها و رسانه هایی که بوده تعقیب کردن، اگر حالا محدودیت ها خلاص نشه و امسال در کل به این نشه که مکاتب به صورت حضوری آغاز شوه، میتونن در سال بعدی بیاین و کسایی که مثلا تعقیب کردن امتحان سویه بدن و اگر همون نمرات را پوره کنن بتونن صنف خود را بلندتر ببرن، مثلا اگر صنف 8 هستن به صنف 9 مراجعه کنن. ببینید، وقتی ما به عنوان وزارت معارف، وزارتی که مسئولیت آموزش و تربیت فرزندان افغانستان را به عهده داره، میخوایم تصمیم گیری بکنیم، باید در مورد سرنوشت 7.3 میلیون شاگرد ما تصمیم بگیریم. او ایده که به علت دسترسی به امکانات تانستن برنامه را تعقیب بکنن، درست تعقیب کردن، چیزهای آموختن، ولی او ایده که نتونستن به علت عدم دسترسی به امکانات برنامه را تعقیب بکنن، این که گناه اونا نیست دیگه.
اونا به علت مشکلات نتونستن برنامه را تعقیب بکنن و این یک وضعیت بحرانی و وضعیت اضطراری بود. مشکل از شاگرد ما نبوده، مشکل از کمبود زیربنا بوده، درست؟ بله. پس اونا نباید یک سالشان ضایع شه. ما اگر میخوایم تصمیم بگیریم در مورد سرنوشت جمعی شاگردان باید تصمیم بگیریم، شاگردی که تانست استفاده بکنه و شاگردی که نتانست استفاده بکنه، درست است؟ بنابراین اگر ما تصمیم بگیریم، تصمیم به ارتقا بگیریم که تا هنوز نگرفته، ولی اگر تصمیم بگیریم در مورد همه شاگردان میگیریم. یک عده‌ای از شاگردان ما که مربوط به خانواده های نسبتا متمول و ثروتمند و خانواده هایی که دارای وضعیت نسبتا مناسب اجتماعی و اقتصادی هستند، نه، در مورد اینا ما فقط تصمیم نمیگیریم، در مورد همش یک تصمیم خاص گرفته. و اگر تا پایان سال قرنطین ادامه پیدا بکنه و شیوع ویروس کرونا وجود داشته باشه، باز احتمال بر این میره که ما سال آینده به شکل تسریعی برنامه را شروع بکنیم، یعنی شاگرد یک سال را در دو سال را در یک سال آموزش ببینه. این هم جزی برنامه ها هست، ولی هیچ چیز تا هنوز نهایی نیست، چون وضعیت کرونا وضعیت غیر قابل پیش بینی است. شما میبینید که همیشه در حالت نوسان قرار داره شیوع ویروس کرونا. یک روز مشاهده استیم که شیوع ویروس بیشتر میشه، یک روز هم مشاهده استیم که پایین تر میشه، و این وضعیت در سراسر جهان به همین شکل است. یک پیش بینی دقیق وجود نداره، ولی ما دوره قرنطین را ان شاء الله که جبران خاط کردیم، هر اون تصمیمی که در مورد سرنوشت شاگردان ما بگیریم طبیعی است که ما اطلاع رسانی خواهد کردیم. دکتر، خب هیچ معلوم و نیست پلان ها چه هست؟ ببینین، برنامه را من بر شما تشریح کردم. برنامه آموزش از راه دور ادامه داره. سرنوشت آغاز حضوری مکاتب به قسمی که ما در شرایط عادی ارائه خدمات میکردیم به او شکل تا هنوز معلوم نیست. هر زمانی که شیوع ویروس کرونا خاتمه پیدا بکنه، یک اطمینانی به ما از طرف وزارت محترم صحت عامه داده شد و ما در قسمت تصمیم میگیریم و تصمیم خود ما را اعلان هم میکنیم، چون شما میفهمین که تجمع شاگردان در یک صنف در یک فضای محدود و بسته سبب انتقال ویروس شیوع ویروس کرونا یا گسترش ویروس در بین شاگردان میشه، و اگر شاگردان ما خردسن باشن بیشتر متضرر آسیب پذیر نشن، ولی اونا خانواده ها دارن، هر کدومش پدر داره، مادر داره، پدر کلان مادر کلان داره و امثال او بزرگا در خانواده هاشون زندگی میکنن، اینا عامل انتقال ویروس به خانواده ها میشن و بالاخره یک فاجعه یا یک بحرانی به میان خاط آمد که باز از کنترل ما هم خارج خواهد شد. بنابراین ما تا زمانی که شیوع ویروس کرونا خاتمه پیدا نکنه شاید نتونیم که به وضعیت عادی برگردیم. بله. و بانو نزهت، حالا گذشته از موضوع کرونا، یعنی قبل از موضوع کرونا و محدودیت هایی که به خاطر وزارت معارف و در کل برای همگی به پیش آمد، شاگردان و خانواده شاگردان بعضی وقتا شکایت از کمبود مواد درسی و جای درست به خاطر اینکه حالا شاگردان برن و درس بخونن وجود داشته. حالا وزارت معارف در جریان قرنطین آیا به این مشکلات هم توجه کرده، چون فرصت بر این داشتن که چون مکاتب باز نبوده بیاین و همو کمبودی هایی که وجود داشته را به نحوی حل بسازه، در این عرصه وزارت معارف چی کارهایی را انجام داد؟ ببینین، وقتی وضعیت اضطراری شد، شما شاهد هستین که کارمندان همه ادارات ادی کثیری از اونها مرخص شده. بعضی از کارهایی که خیلی ضروری و خیلی حیاتی نبود را همه ادارات متوقف کرد. درست است. بعضی از پروژه ها، بعضی از برنامه هایی که نیاز به نیروی کاری داشتن، یعنی عملا اینجا نیروی انسانی باید کار میکرد و حضور پیدا میکرد و حضور اونا سبب انتقال ویروس، سبب گسترش ویروس کرونا میشد و بالاخره حیات اونا را تهدید میکرد. ما نتونستیم عملا تطبیق بکنیم، چون وضعیت اضطراری بود. به شکلی نبود که شاگرد ما، معلم ما رخصت باشه و سایر پرسنل که کار میکنن، اداری هستن، خدماتی هستن، باز ما به صحت اینا اهمیت قائل نشویم و بالاخره اینا را ما به داخل دفاتر بخوایم و کار بکنن و سخت هم کار بکنن، چون صحت اینا هم برای ما مهم است، اونا هم جز شهروندان هستن، جز کارمند ما هستن. بنابراین بعضی از کارها را ما متوقف ساختیم، ولی در حال حاضر دوباره برنامه های ما آغاز شد و در قسمت ساخت ساز مکاتب یا مکاتب به سرپناه که تعدادشون به 46% کل مکاتب ما میرسه،
وزارت محترم احیا و انکشاف دهات طبیعی است که برنامه خودش را دوباره مجددا آغاز کرده و گزارش از پیشرفت کار را انشالله که با سخنگوی وزارت انکشاف دهات با شما شریک خواهد ساختن، چون این مسئولیت را ما سپردیم بر اونا. در قسمت نصاب همکاران ما از خانه کار خودشان را انجام میدادند، محتوای کتاب‌های درسی و سایر موارد کارها انجام میشد. ما اعلان هم کردیم چند پیش، یعنی در زمان قرنطینه ما اعلان کردیم که کتاب‌های دوره اول دوره ابتدایی صنف اول تا صنف سه را ما جدید میسازیم. بیش از 2 میلیون جلد کتاب در جریان چاپ هست و انشالله که ما پس از ختم قرنطینه ما توضیح خواهد کردیم به شاگردان دوره ابتدایی و اینا توضیح خواهد شد و نصاب جدید برای صنف اول تا صنف سه تطبیق میشه. ما تا باقی کار روی نصاب دیگه دوره ها هم جریان داره. در قسمت کتاب ها هم پروسه چاپ 37 میلیون جلد کتاب ما در جریان هست. هر زمانی که چاپ شد ما پروسه توزیعش را آغاز خواهد کردیم. مرحله برنامه توزیع کتاب‌های درسی را ما در فصل زمستان داریم، چون هدف ما این است که شاگرد بتونه در 3 ماهی که رخصت هستند کتاب‌ها را مطالعه بکنه، با یک آمادگی بیاید به طرف مکتب وقتی در 3 حمل مکاتب آغاز میشه. برنامه را ما در زمستان قبل از قرنطینه تطبیق کرده بودیم، ولی کتاب‌های کمبود را برنامه برش وجود داره که من پیشتر خدمت شما عرض کردم. متوقعی در قسمت اصلاحات در معارف هم کار ما ادامه داره و برنامه اصلاحات را ما تطبیق شد آغاز کردیم در جریان سال 99. ممنون خانم اسد، تشکر از اینکه در برنامه تشریف آوردین. اگر صحبت آخر هم داشته باشین. تشکر از شما، سلامت باشین. فقط انتظار ما از شهروندان همی است که بتونن رعایت بکنن توصیه های بهداشتی وزارت صحت عامه را و جلوگیری بکنن از حضور در تجمعات، حتی که سبب انتقال ویروس برای خود و برای خانواده هایشان بشه. ممنون. بله، جهان سپاس، تشکر. هم بتون عزیز، ما هم میان برنامه خیلی کوتاه میگیریم، در دوم برنامه سلام افغانستان ما هم بگیریم.